که متهم راهین تحریق بخشداری رویت نموده است. دادگاه های انقلاب این روزها سرشان حسابی شلوغ است. با ادامه اعتراضات سراسری در ایران و انبوه معترضان بازداشت شده به نظر میرسد جمهوری اسلامی با برگزاری و نمایش این دادگاهها در تلویزیون حکومتی قصد دارد معترزان را بترساند تا به خیابان ها نیایند. این جلسه محاکمه یکی از بازداشت شدگان در اعتراضات قرچک ورامین و اتهامات مطرح شده ای که برایشان دست کم سه شاهد هم آوردند. اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور موضوع ماده 611 قانون تعذیرات اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو موضوع ماده 618 قانون تعزیرات و شرکت در تجمعات غیرقانونی که در اتهاماتی که این روزها در بسیاری از این دادگاه ها در مورد متهمان دیگر هم مطرح می شوند که مشترکی که دادستان ها مطرح می کنند البته محاربه است اتهامی که مجازاتش می تواند تا حد اعدام هم برسد برخی از قضات البته احکام را این گونه تعدیل می کنند ما اتهام تغییر دادیم تغییر دادیم مقابله با حکومت و مجازات محارب را دارد اون دا... کی فرخواست بوده بله ولی ما تغییر دادیم قاضی با کلمات بازی می کند اما حقیقت بازی با جان انسان هاست معترضان بازداشت شده ای که حکومت برای محاکمه اشان عجل هم دارد دادسرا هر چه زودتر هر چه سریعتر افراد و عناصر اصلی عناصر ناامنی عناصری که وابسته به خارج هستند عناصری که وابسته به ضد انقلاب هستند افرادی که در تخریب و تحریق یا مستقیما مباشره، با معاونت با تسبیب کارهایی را انجام دادن اینها را هرچه سریعتر پرونده هاشون تکمیل بکنن دادگاه بفرسن. دادگاه هم انشالله خارج از نوبت رسیدگی بکنه محاکمه هایی که حالا سازمان های حقوق بشری در مورد آنها ابراز نگرانی کردند سازمان حقوق بشر ایران روز پنج شنبه درباره احتمال برگزاری اعدام شتاب زده و بدون پیش آگهی معترضان هشدار داد این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش به موقع مانع بروز به گفته این سازمان چنین جنایتی شوند. روز جمعه بیستم آبان، ادهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هم با صدور بیانیه ای از مقامهای دولت ایران خواستند از صدور کیفر خواست با حکم ادام علیه معترضان خودداری کنند. با ادامه اعتراضات در ایران خط و نشان مقام های جمهوری اسلامی علیه معترضان هم بیشتر می شود. رئیس قوه قضایی بارها مدعی شده که قضات این قوه معترضان را با توجه به جرایمشان از هم تفکیک می کنند. او البته دلسوزی برای متهمان را ظلم به مردم و آینده دانسته. دلسوزی اما شاید آخرین دقدقه معترضان بازداشت شده باشد. نگرانی بسیاری برگزاری دادگاه های کوتاه با احکامی از پیش تعیین شده است. شبیه آنچه در دهه است و با اعدام پرشمار مخالفان در کارنامه جمهوری اسلامی به ثبت رسید. مهدی بیگی، رادیو فردا